درست تو نقطه که هر سال آودی سری آرس رو معرفی میکنه، همه میگن خب دیگه نمیتونه از این جذابتر و بهتر بشه، تا وقتی که نسل بعدیش از راه میرسه و مردم بازم همون جمله رو تکرار میکنن. این داستان راجع به آرس هفت جدید، عضو تازه نفس اما جا افتاده این خانواده پرفورمنس که بر پایه سری ای آودی ساخته شدن هم صدق میکنه. حالا بیاید یه نگاه نزدیکتر به این شماره هفت دوست داشتنی بندازیم تا ببینیم چی اونو دقیقا از رقیباش متمایز میکنه. از لحاظ فنی سگمنت این ماشین توی دسته ای قرار میگیره، اما از جایی که نمیخوایم زیاد وارد مسائل تخصصی بشیم به صورت مختصر بهتون میگم این ماشین یه سدان اسپورت لیفت بکه و چون توی کشور ما خیلی این فرم بدن جا نیفتاده و دیده نشده، میتونم برای تفهیم بهتر رقیب هموطن این ماشین یعنی پورشه پانامرا و به طور دقیقتر پورشه پانامرای توربو رو مثال بزنم. ظاهر ماشین به طبع قدرتمند بودنش خشنه و جلو پنجره بزرگ و پنزلیش در کنار تم مشکی توی جای جای بدن اینو به رخ میکشه. زبون طراحی آودی هم همچنان پاورجاست و مثل همیشه سعی شده از خطوط شکسته بیشتر استفاده بشه تا خطوط نرم و گرد. همین الگو در زوایای کناری ماشین هم دیده میشه و ظاهر کاملا عضلانی رو به نمایش میذاره. در پشت ماشین هم شاهد یه اسپویلر متحرک برای سرعت‌های بالای 100 کیلومتر بر ساعت هستیم. چراغ‌های عقب هم با یه خط باریک مهشکم به هم متصل شدن. اما یکی از مواردی که این ماشین رو از رقبا جدا میکنه چیزیه که آودی همیشه توی اون پیشگام بوده، سیستم نور و چراغ‌ها. ظاهر و گرافیک چراغ‌های آودی ها همیشه نشون دهنده کیفیت و وقت صرف شده پای طراحی اونا بوده. پس توی این مدل هم این قضیه برقراره و توی نسخه فول ماشین شما مجهز به چراغ‌های لیزری آودی موسوم به HD Matrix LED است. در قسمت داشبورد و ناوبری به جز قربیلک تقریبا هیچ کلید فیزیکی دیده نمیشه و 3 عدد مانیتور بیشتر فضا رو به خودشون اختصاص داده. 2 عدد نمایشگر در مرکز داشبورد دیده میشن که یکی از اونها تمامی تنظیمات تهویه، حالت و گرم‌کن و سردکن صندلی‌ها رو در بر گرفته. نمایشگر بالایی علاوه بر پخش رسانه‌ای و GPS قسمتی از تنظیمات فنی ماشین رو در دسترس شما قرار میده. نمایشگر بعدی پشت فرمون قرار داره و طبیعتاً علاوه بر وظایف اولیه مثل نشون دادن دور موتور و سرعت، تمامی اطلاعات دقیق مورد نیاز برای یک رانندگی کامل رو به شما نشون میده. رنگ‌بندی داخل کابین کاملاً با ذهن ارتباط برقرار می‌کنه و دلیلش هم همخونی جنس و رنگ مواد به کار برده شده با شخصیت ماشینه. دست شما هم برای انتخاب نوع چرم و رنگ توبوزی و رنگ بدن کاملاً بازه و حتی میشه گفت انتخاب از بین اونها کار سختیه. به این شکل که برای رنگ بدنه یک طیف 13 رنگی وجود داره که برای هر کدوم از اونا میتونید از بین مات، شفاف یا نیمه مات یکی رو انتخاب کنید. و جالبه بدونید حتی برای لوگوی آودی در جای جای بدن هم از بین کربن، سیاه مات یا کروم حق انتخاب دارید. در نهایت برای قسمت نیرو محرکه تنها انجین قابل سفارش موتور 4 لیتری 8 سیلند خورجینی چون چورباییه که 600 اسب بخار قدرت رو به تمامی چرخ‌ها میرسونه و شما رو در عرض 3.6 ثانیه از 0 تا 100 شلیک می‌کنه. و این یعنی عمل کرده سوپر اسپورت در کالبده 4 در خانوادگی. سقف سرعت هم به 305 کیلومتر بر ساعت محدود شد. جدا از قدرت تولیدی، مهندسی صدای این خودرو هم معرکه است و مثل تمامی آرس ها قورش ترسناکی داره. در نهایت یادآوری کنم که رام کردن این حجم از قدرت اصلا نگران کننده نیست و این رو مدیون سیستم تعلیق معرکه آودی یعنی کواترو هست. سیستمی که توی رالی قهرمانی برای سالها خودش رو ثابت کرد و در تست‌های مختلف همیشه از هموطنای خودش یه سر و گردن بالاتر بود. قیمت این عضو جدید خانواده ارباب حلقه طبیعتاً کم نیست و برای داشتنش باید حداقل 120,000 دلار پول توی حسابتون داشته باشید.